به نام حق و حقیقت، درود بر شما حقیقان گرامی. بعضی ها اومدن سعی کردن که تسلسل رو نفی بکنن و ثابت بکنن که تسلسل نمیتواند وجود داشته باشد، و بعضی اومدن ادعا کردن که تسلسل میتواند وجود داشته باشد. یعنی اومدن برای رد برهان علیت گفتن که اشکالی نداره که تسلسل در علتها وجود داشته باشه، و دیگران هم اومدن برای این که برهان علیت رو تقویت بکنن اومدن ثابت بکنن که تسلسل باطل است و نمیتواند تسلسل در علتها وجود داشته باشه. ببینید، ما نمیخوایم به این مطلب بپردازیم فعلا. ما راجع به این مطلب هیچ ادعایی نداریم، میپذیریم که تسلسل باطل است، یعنی به نفع ثابت کنندگان برهان علیت ما این رو میپذیریم به عنوان فرض، و قبول نداریم کسی بتونه این مطلب رو اثبات بکنه، چون اثبات این مطلب خودش به بطلان تسلسل احتیاج دارد. ما این رو به عنوان اصل موضوع میپذیریم، یعنی به عنوان یک گزاره‌ای که صحتش رو قبول داریم میپذیریم، و اگر شما میتوانید با فرض بطلان تسلسل برهان علیت رو ثابت بکنید. و اثبات هایی که افراد مختلف مثل علامه طباطبایی و غیره برای بطلان تسلسل ارائه کردن، خودشون دچار دور و تسلسل هست، چون که از خود بطلان تسلسل توشون استفاده می شود. مثلا اجازه بدید یک برهان رو براتون ذکر میکنم. برهان علامه طباطبایی میگه وجود هر معلولی نسبت به علت خود عین وابستگی و ربط است، و علت امر مستقلی است که موجب قوام آن است. خب فرض کنیم گزاره اول درست، میگه اگر علت خودش معلول دیگری باشد و اون نیز معلول علتی دیگر باشد، هر یک از آنها نسبت به علت خود عین ربط و وابستگی خواهند بود. بله اینم درست. 3 میگن چیزی که عین وابستگی جز با وجود مستقل پدید نمیآید. 4 پس اگر سلسله علت تا بی نهایت ادامه یابد و به علت مستقل منتهی نشود، هیچ یک از اجزای آن مجموعه تحقق نخواهد یافت. این هم مطلبی درست. بنابراین باید علت مستقلی در رأس این سلسله قرار داشته باشد. اگه گفتیم کجاش از خود تسلسل استفاده کرد، در گزاره سوم گفت چیزی که عین وابستگی جز با وجود مستقل پدید نمیاد. اینجا در واقع باطل بودن تسلسل رو فرض کرده برای اینکه این گزاره سه رو بگه. اگر کسی تسلسل رو پذیرفته باشه، یعنی بگه تسلسل باطل نیست، در واقع اون فرد ادعا داره که چیزی که این وابستگی است بدون وجود مستقل هم میتواند پدید بیاید دیگه. در واقع آقای علامه طباطبایی در گزاره سوم خودش از بطلان تسلسل استفاده کرده، که حالا با 4 تا مقدمه دیگه زمینه کرده و بطلان تسلسل اومده دوباره نتیجه گرفته. بذارید من براتون یک مثال بزنم. آقا بعد از 1 چیه؟ 2. بعد از 2 چیه؟ 3. بعد از 3 چیه؟ 4. بعد از 4 چیه؟ 5. آیا این اسمش تسلسل هست یا نه؟ تسلسل هست دیگه. بعد از هر عددی یک عدد دیگه هست و تموم هم نمیشه. بعد از 1001 1002، بعد از 1080 1081. تسلسله تا بی نهایت هم ادامه داره و نهایت نداره، ولی وجود یک به وجود دو وابسته نیست. یعنی اون چیزی که ما الان میبینیم اینا علت رتبی نیستن نسبت به همدیگه، اینا یک تسلسل ظاهری هستن، یعنی کنار همدیگه شکل تسلسل به خودشون گرفتن، اما علت رتبی همدیگه نیستن. ما گفتیم تسلسلی رو میپذیریم که محال است که تسلسل در علتهای رتبی باشد. حالا یک سوال دیگه ازتون میپرسم. این بحث مرغ و تخم مرغ، میگن اول مرغ بود یا تخم مرغ، یه سوال خیلی مطرحی هست که معمولا توی مدارس دبستان یا راهنمایی بچه‌ها از هم دیگه میپرسن و سوال جذابی هم هست. مثلا میگن آقا اول مرغ بود یا تخم مرغ، اگه بچه بگه مرغ، میگن خب اون مرغ کجا در اومده؟ بالاخره تو تخم در اومده دیگه. اگه بگم تخم مرغ، میگه چی گذشته اون تخم؟ بالاخره یه مرغ اون تخم رو قرار داده. بعد یکی میاد میگه نه، خداوند اول یک مرغ رو از گل آفرید، از روح خودش در او دمید، اون مرغ شروع کرد خود کردن و یک تخم گذاشت و از اون به بعد سلسله مرغ و تخم شکل گرفت. در واقع این مطلب اشتباهی است. وجود تخم مرغ به وجود مرغ وابسته است و وجود مرغ به وجود تخم مرغ وابسته است، و این می شود علتهای رتبی، و در واقع این یک تسلسل هست و واقعا هم این تسلسل در جهان خارج وجود دارد، یعنی باطل نیست، همچین تسلسلی ما داریم. اگر بخوایم لحاظ زیست شناسی بررسی بکنیم، ما به زمانی برخواهیم گشت که مرغی رو میبینیم که این مرغ از تخم مرغ به وجود نیامده، یا تخم مرغی رو میبینیم که این تخم مرغ از مرغ به وجود نیامده. یعنی یک جایی ما مرغ هامون انقدر تکامل پیدا میکند، از تکامل منفی انقدر تغییر شکل میدن، شبیه یک موجود آبزی مثلا،
شبیه یک موجود دوزیست می شود و دیگه از حالت مرغ بودن خارج می شود یا به یک ماهی تبدیل می شود. هر چقدر بریم بالاتر در سلسله اجداد، شاید به یک موجود بسیار کم سلولی در اعماق اقیانوس ما برسیم از اجداد مرغ و تخم مرغ. بالاخره در نهایت ممکنه ما به یک موجود تک سلولی برسیم که این سلسله، یعنی این گزاره که هر مرغی از تخم مرغ به وجود آمده، یک جایی بالاخره این گزاره نقض می شود و به یک شروعی می رسد. و الا اگر این دو گزاره به قوت خودش همیشه باقی باشد، یعنی همه مرغ‌ها هم مرغ باشند و همه تخم مرغ‌ها هم تخم مرغ باشند و هر مرغی از تخم قطعاً به وجود خواهد آمد و هر تخمی هم از مرغ قطعاً به وجود خواهد آمد، ما اینجا تسلسل داریم و تسلسل باطل است. یعنی نمی‌شود الان ما مرغ و تخم مرغ داشته باشیم. همین که الان مرغ و تخم مرغ داریم نشون دهنده اینه که پس یکی از این دو گزاره غلط است. یعنی مرغ از تخم مرغ همیشه به وجود نمی آید و تخم مرغ هم همیشه از مرغ به وجود نمی آید. اینجا در زمانهای قدیم، در میلیون ها سال پیش، میلیارد ها سال پیش، اینها به این وضع نبودند. یعنی شاید خود همین بطلان تسلسل بتونه به نوعی اثبات کننده منطقی تکامل باشه، و الا با بطلان تسلسل ما نمیتونیم داشته باشیم که الان در حال حاضر مرغ یا تخم مرغ وجود داشته باشه. یعنی باید بپذیریم که خدایی بوده و یک مرغی را به صورت یک گلی درست کرده تا از شر تسلسل رها بشه. در حال پس ما میپذیریم که تسلسل محال است، نه اینکه کسی بیاد اثبات بکنه که تسلسل محال است. بعد آقای علامه طباطبایی باز یک مطلب دیگری رو دارن، میگن که موجودات سه دسته هستند. بعضی از موجودات علت هستند ولی معلول نیستند. بعضی از موجودات معلول هستند و علت نیستند. بعضی از موجودات معلول چیز دیگری هستند و علت چیز دیگری هستند. یعنی سلسله علت و معلول ها رو در نظر بگیریم. یکی موجود هست که اول هست، یک موجود هست که آخر است و موجوداتی هستند که این وسط هستند. بعد جناب علامه میگن که سلسله علت باید به علتی که خودش معلول نیست ختم شود و در نهایت میگن که علتی که معلول نباشد خدای متعال است. من به عنوان تمرین از شما میخوام خواهش کنم شما تعریف علت رو میدونید. بیاید الان علتی که اتفاقی که میفته رو بنویسید. مثلا همین آتش علتش رو در نظر بگیریم. مثلا گفتم هیزم و اکسیژن و جرقه و تمام چیزهایی که باید باشن تا این آتش به وجود بیاید و اگر نباشد آتشی شکل نخواهد گرفت. بعد علت همونها رو بیاین پیدا بکنید و روی کاغذ بنویسید. ببینید در نهایت به چه چیزی میرسید و خدا چیست. شما ممکنه در نهایت به قوانین فیزیکی برسید. من یک بار این کار انجام دادم، در نهایت به فضا و زمان و قوانین فیزیکی و مواد اولیه جهان، عنصرها مثل اکسیژن، مثل الکترون، مثل ذرات داخل هسته رسیدم. و شاید طبق تعریفی که علامه دارند خدا این موارد باشن، چون گفتن علتی که معلول نباشد و اینها خودشون دیگه علتی ندارن، یعنی چیزی نیست که اگر نباشد اینها نباشن. قوانین فیزیکی همیشه بودن و همیشه خواهند بود، یا ماده جهان هستی همیشه بوده است و همیشه خواهد بود. اصلا بحث زمان در علت معلول مطرح نیست، اینا تو ذهنتون باشه. مهم نیستش که همیشه بوده یا همیشه خواهد. اینم حالا اضافه عرض کردم. ممکنه چیزی به وجود بیاید در زمانی ولی علت نداشته باشه. ما علت رو تعریف کردیم، گفتیم چیزی که اگر نباشد چیز دیگری نخواهد بود. اگر علت نباشد معلول نخواهد بود. ما نگفتیم که حتما باید علتی باشد تا چیزی باشد. نه، ما این گزاره رو نگفتیم. ممکنه چیزی تصادفی به وجود بیاد. وجود چیزی به صورت تصادفی نمیخواد اصل علیت رو نقض بکنه. این رو خوب دقت بکنید. من گفتم علت یعنی چی؟ علت یعنی چیزی که اگر نباشد معلول نخواهد بود. فرض کنید علت آتش اکسیژن است. ما میگیم اگر اکسیژن نباشد آتش نخواهد بود. این گزاره گزاره صحیحی است. ولی نگفتیم که چون که اکسیژن نباشد آتشی نخواهد بود، پس هیچ پدیده تصادفی دیگری هم در جهان هستی نخواهد بود. اصلا هیچ ربطی این دو گزاره به هم دیگه نداره. یعنی اینکه علت این است که اگر نباشد معلول نخواهد بود ثابت نمی‌کنه که همه چیز علت دارن، یعنی همه چیز معلول است. اینکه هر چیزی معلول است باید جداگانه برای همون چیز اثبات بشه. اینو خوب دقت بکنید. ما هیچ گزاره کلی نداریم که همه چیز معلول هستند. اینکه چیزی معلول هست باید دانه دانه برای اون چیز اثبات بشه و علت شناسایی بشود. این رو خوب دقت بفرمایید. اما یک نکته، افرادی که اومدن برهان علیت رو رد بکنن دو دسته شدن. برخی اومدن اصل بطلان تسلسل رو رد کردن، یعنی گفتن تسلسل محال نیست، که ما با این دسته کار نداریم چون ما پذیرفتیم که تسلسل محال است. یعنی تسلسل در علت‌های رتبی رو ما میپذیریم که محال هست، فرض میکنه، و ما با این دسته از نفتا کاری نداریم. بعضیا میان اصل علیت رو انکار میکنن. اصل علیت یعنی چی؟ اول باید ببینیم که اصل علیت چیست، بعد اصل علیت رو انکار بکنیم یا انکار نکنیم.
کنیم. اگر اصل علیت رو این بگیم که هر معلولی علتی داره، خب این گزاره قطعا صحیح هست، یه گزاره تحلیلی است و در خود تعریف معلول اومده که علت دارد دیگه، یعنی اصلا همین که معلول هست یعنی علت دارد، یکی اصلا قابل انکار نیست. اما اگر اصل علیت رو این بگیم که همه چیز معلول هستن، یعنی هر چیزی علتی دارد، خب این قطعا اشتباهه، یعنی بسیاری از چیزها هستن که علت ندارن، مثلا قوانین فیزیک. مثل بالاخره همین خود این برهان علیت میخواد ثابت بکنه یک چیزی هست که علتی نداره دیگه. ما نمیتونیم یه گزاره‌ای رو بپذیریم که همه چیز علت داره و با انضمام یه گزاره دیگه بگیم که پس یک چیز هست که علت نداره، این میشه خود متناقض. بعد چرا خب شما از بین دو قضیه خود متناقض قضیه دوم رو صحیح فرض میکنید؟ دو تا قضیه هستن که با هم تعارض دارن. قضیه اول میگه هر چیزی علت داره، قضیه دوم میگه که نه یه چیز هست که علت نداره. خب این دو تا قضیه با هم تعارض دارن، شما چرا گفتین دومی درسته اولی غلطه؟ بعد اگه اولی غلطه چرا اولی رو به عنوان مقدمه برهان استفاده کردید؟ خب این واقعا اشکال داره. پس این اصل علیت نمیتونه به این معنا باشه که همه چیز علت دارد، هر چیزی معلول هست. ولی بین خودمون باشه، کسانی که میگن اصل علیت منظورشون همینه، منظورشون اینه که همه چیز علت داره، یعنی هیچ چیزی تصادفی نیست. در واقع اینا اینو میخوام بگم. بعد یک نکته هم دقت داشته باشین، تصادفی منظور این نیستش که یک زمانی نبوده، یک زمانی ایجاد شده و اون ایجاد شدنش مثلا بدون هیچ منطق و بدون هیچ گونه علمی بوده. نه، ممکنه کاملا هم ما علم داشته باشیم که پدیده‌ای رو خواهد دادن، به علم ما هیچ ربطی نداره. تصادفی فقط به این معناست که اون پدیده علت ندارد، یعنی چیزی نیست که اگر آن چیز نباشد این چیز هم نباشد، هیچ چیزی نیست که اگر نباشد این چیز نتواند به وجود بیاید، این چیز می تواند به وجود بیاید. هرچند که چیز قابل انتظاری باشد، هرچند که چیز قابل پیشبینی باشد، ما به این مباحث اصلا نمی پردازیم. تصادفی فقط یعنی اون چیز علت نداره. حالا چه اصلا اون چیز ازلی بوده، یعنی از اول بوده و به وجود نیامده، مثل قوانین فیزیکی. اگر این رو بپذیریم که قوانین فیزیکی ازلی بودن، که من این رو قبول ندارم، ولی حالا فرض کنید کسایی که اعتقاد دارن ماده و انرژی جهان هستی ازلی بودن، بسیار خوب، پس ماده و انرژی جهان هستی علت ندارن، چیزی نبوده که اگر آن چیز نباشد ماده و انرژی جهان هستی نتواند به وجود بیاید. خب درست، پس ماده و انرژی جهان هستی علت نداره. یا اینکه چیزی نبوده به وجود آمده و تصادفی به وجود آمده، یعنی با چیزی نبوده که اگر آن چیز نباشد این نتواند به وجود بیاید، تصادفی به وجود اومده. این نکته هم به خدمت شما عزیزان عرض کنم، این که چیزی تصادفی به وجود بیاد لازمش اینه که اون چیز از عدم به وجود بیاد. چون اگر فرض کنید که یک مقدار انرژی بخواد تبدیل به یک ماده بشه، درسته که به ظاهر ما ادعا میکنیم که این انرژی تصادفی الان به ماده تبدیل شد، ولی در واقع خود همون انرژی اولیه‌ای که تبدیل به ماده شد، خود همون رو باید ما علت این ذره مادی در زمان حاضر بدانیم. چرا؟ چون معنی علت این بود که چیزی که اگر نباشد این چیز هم الان نتواند باشد. خب اگر آن انرژی اولیه نبود، این ذره مادی در زمان حاضر هم نمیتوانست باشد. پس اون انرژی به نوعی علت این ذره مادی در زمان حاضر هست. درسته که ما اصطلاحاً به این فرآیند میگیم یک فرآیند تصادفی، ولی در واقع طبق تعریف علت، علت دارد. حالا ممکن علتش علت باشعوری نباشه دیگه، این ربطی به اینکه علت داره یا نداره نداره. پس اگر ما بخوایم یک چیز رو تصادفی بدانیم، مطلقاً تصادفی باشد، باید حتما از عدم به وجود آمده باشه. تازه غیر از اینکه از عدم به وجود آمده باشه، باید قوانین فیزیکی هم در کار نباشه و طبق هیچ قانونی این به وجود آمدن صورت نگرفته باشه، باید در بستر فضا و زمان هم نباشه و میشه گفتش که تقریبا ما پس به نوعی پدیده بی علت نخواهیم داشت. یعنی هر چیزی یک علتی خواهد داشت، ولی نه از اون علتی که اینها میگن خداست، نه، علتش همین انرژی اولیه که تبدیل به اون بشه، جرم اولیه که تبدیل به اون چیز بشه و قوانین فیزیکی که در پرتو اون قوانین این تبدیل شدنها صورت بگیرد، اینها میشه گفتش که جز علتهای اولیه هستن و اینها هستن که به نوعی علت العلل تمامی اتفاقات دیگه هستن. این چیزی که ما درکی که ما از پدیده تصادفی داریم، اگر تصادفی رو یک پدیده غیر قابل پیش بینی تعریف بکنیم، بله ما پدیده تصادفی داریم، ممکنه انداختن یک تاس پدیده تصادفی قلمداد بشه و ممکنه اینکه یک مقداری از انرژی در کسری از ثانیه به یک ذره مادی تبدیل بشه و دوباره به انرژی تبدیل بشه، این یک پدیده تصادفی قلمداد بشه و چون قابل پیش بینی نیست در حوزه علم و ادراک ما قرار نداره. اما اینکه
طبق تعریف علت ما پدیده ای داشته باشیم که براش هیچ علتی نتونیم ذکر بکنیم یک مقدار دشوار هست. شاید ما بتونیم این رو به نوعی بگیم اصل علیت، یعنی هر چیز مادی به اصطلاح، هر چیزی که در جهان مادی ما وجود دارد علتی دارد. علت هم منظور علت باهوش هوشمند باشور نیست. طبق تعریف علیت گفتیم چیزی که اگر آن چیز نباشد این چیز هم نتواند باشد. پس طبق این تعریف ما میتونیم بیان کنیم که در جهان فیزیکی پیرامون ما هر چیزی که مشاهده میکنیم، هر چیزی که وجود دارد علتی دارد، و اون علت حالا یا قوانین فیزیکی هستند یا ماده انرژی اولیه جهان. بسیار تعداد دیگه از مباحث راجع به علیت باقی مون که اجازه بدید اینها رو من در جلسه بعد برای شما بیان میکنم و این جلسه رو خاتمه بدم که بیش از این قسمت طولانی نشه. امیدوارم که همواره در زندگی شاد و سربلند و پیروز باشین. بدرود.